حرکت تازه برای رشد اقتصاد نوپای افغانستان، حرکتی که این بار با جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. افتتاح خط آهن هرات خوف میان افغانستان و ایران به درازای 225 کیلومتر. حکومت افغانستان امیدوار است که بتواند از این مسیر به بندرهای آبی و شبکه‌های خط آهن ایران، ترکیه و اروپا دست پیدا کند. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش این پروژه میگوید که استفاده از این مسیر میتواند در رشد اقتصادی و شکوفایی افغانستان و ایران کمک کند. به گفته محمد اشرف غنی، استفاده از خط آهن ارزان ترین روش برای بازرگانان دو کشور به منظور انتقال کالاهایشان هست. مکان و زمان با این پروژه و از رای گذاشتن آهن بر روی خاک و سنگ سرنوشت هر دو کشور با هم بسته کردیم و اساس همکاری آینده را گذاشتیم. تبریک میگم. خط آهن ایرادخوف سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالای بازرگانی و 1 میلیون مسافر را دارد. روز تاریخی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که امنیت و رشد اقتصادی دو کشور با هم وابسته است و تهران از رشد اقتصادی افغانستان در منطقه پشتیبانی میکند. با این راهن ما رونق ایران و رونق افغانستان را در اون میبینیم. با این راهن کالای تجار شما به راحتی میتواند به اروپا متصل شود. نخستین محموله های بازرگانی از مسیر خط آهن هرات خوف میان دو کشور در حال تبادله می شود که روند بهره برداری از این پروژه به دلیل گسترش موج دوم ویروس کرونا از راه دور افتتاح می شود. رئیس جمهور غنی در این مراسم بار دیگر از میزبانی تهران از مهاجران افغانستانی در ایران ستایش می کند. در طول این 40 و چند سال میزبان میلیون ها مردم افغان در این سرزمین بودیم. میزبانی ایران برای همسایه گرامی و دوستش افغانستان، میزبانی که توأم بوده با آموزش رایگان برای فرزندان ملت افغانستان. در حال حاضر بیش از 3 میلیون شهروند افغان در ایران زندگی می کنند که دولت ایران هر از گاهی از این مهاجران در مسائل کلان سیاسی به عنوان ابزار فشار بر حکومت افغانستان استفاده می کند.